این سه دختر در کودکی کشورشان افغانستان را ترک کردند، اما مهاجرت و مشکلات ناشی از آن سد راه شکوفایی استعدادشان نشد. در حالی که کودکان افغان اکثرا در ایران از کوچکترین حقوق اولیه خود که شامل حق رفتن به مکتب است محروم می باشند، این دختران با استفاده از هر فرصت رنج مهاجرت را با تخیل در آثار هنری خود گنجانیدند. بلقیس محمدی خواهر بزرگ است، 17 سال دارد، از سبک سیوریال استفاده می کند و می گوید این تخیل کارهایش را جالب، سوال برانگیز و متفاوت ساخته است. من از همون بچگی به هنر نقاشی خیلی علاقه داشتم و نقاشی میکشتم، اما به صورت ساده و معمولی. چیز خاصی از هنر نمیدونستم تا اینکه توی دوران راهنمایی با سبک‌های مختلف نقاشی آشنا شدم. از اینکه میتونستم توی نقاشیام تخیلاتم و اون چیزی که توی درونم و ذهنم رو کاغذ بکشم خوشم اومد و سعی کردم ادامهش بدم. سکینه خواهر دوم و 16 ساله است. علاقه شدید به ساختار شکنی دارد و بر این باور است که استعداد نقاشی در خانوادهشان ذاتی است. تکنیک کارمون مداد رنگیه و ما از اون رنگی استفاده میکنیم. مردم وقتی نقاشیمون رو میبینن خوششون میاد و در نگاه اول نمیفهمن که مفهومش چیه، ولی برای هر نقاشی ما وقت زیادی میذاریم برای انتخاب موضوع، رنگ‌آمیزی و کشیدن طرح است. خانواده‌مون تا الان خیلی کمکمون کردن، یعنی هر کاری از دستشون بر اومده تا جایی که تونستن انجام دادن و حمایتمون کردن. ما خودمون دوست داریم که کارامونو خیلی زود توی خارج از کشورم نمایشگاه بزنیم و بقیه هم بتونن ازش استفاده کنن. نرگس خواهر کوچکتر میگوید در کودکی علاقه ای به نقاشی نداشت، ولی 3 سال است که بعد از آشنایی با سبک سیوریال یا همان فراواقعی نقاشی را شروع کرده و تعداد زیادی از آثارش نیز به فروش رسیده است. من وقتی بچه بودم زیاد نقاشی دوست نداشتم، ولی وقتی که با این سبک آشنا شدم متوجه شدم که میتونم تو این سبک خودم نشون بدم، واسه همین به نقاشی علاقه‌مند شدم. من میخوام که بیشتر پیشرفت کنم، با بقیه سبک‌ها آشنا بشم. دوست دارم که افغانستانم برم. ولی این گروه تنها به این 3 خواهر خلاصه نمی شود. 3 نوجوان دیگر هم در این نمایشگاه با نقاشی هایشان اشتراک دارند. زینب نجفی، شکیبا زاکری و عاطفه رحیمی. هر بیننده با دیدن این نقاشی ها در فکر فرو می رود که این تخیلات چگونه و از کجا می آیند و این دختران از چه الهام می گیرند. در این نقاشی ها خاطرات کودکی، مهاجرت و شهرهایی از افغانستان به چشم می خورد. کشوری که این دختران یا ندیدند و یا هم به ندرت به یاد دارند. آرزوی این دختران این است تا یک بار هم که شده زادگاهشان افغانستان را ببینند و در آنجا آثارشان را به نمایش بگذارند.